علیکم عزیز و قدرلی کوروچیلار سوغ امان بولمسیلار عزیزلار یانه هم من فرشتمانلیک سودا ایول و حیات دستور билан و یانگی بیر مهمان билан سیلارنی اویلاریңизга مهمانمن امید که بیر ساعت برنامه بیزلار билан بورسا سیلارگه یوقیملی تامام بولسین عزیزلار شونده کی بیلاسیلار سیلار دایما من شو ایول و حیات دستورگه شونده بیر ایوللار کی یا هم قیز بالالار کی faoliyat ko'rsatib kelgan va o'zlaridan bir xalloqiyat ko'rsatib kelgan ularni mehmon qilganman va doimo bularni qilib yurgan ishlari tajribalari har kim yoki men uchun emas balki hamma uchun ham bir hayot darsi va bu dastur yo ham ko'rsatuvdan hadafimiz shu sizlar ham o'zlaringizda qullaringizdan kelgancha faoliyat qilinglar o'zlaringizni o'sha yuraklaringizga bo'lgan hadaflaringiz, orzularingiz, maqsadlaringizni binobar ba'zi bir mushkulotlar uni qo'ldan bermay, yana ham olg'a ketishlaringizni istaymiz. Shunga binoan bugun yana ham bir yosh kurashchan qiz bolalardan birini yo do'stlarimizdan birini mehmon qilganmiz. Bularni men oldindan ham tanirdim. Ular o'zlari bir muhassil edi, ko'p ya'ni Sarpul viloyatidan kelib, ko'p qiyinchiliklar bilan layliyalarga turib, bu hatto layliya uchun ham ko'p mushkulotlarni ko'rgan edilar. Endi esa bugun ular kim bo'lganda o'z og'izlaridan eshitamizki, kim va qayerdan dedilar. Xuriyajon aziz, xayr xush omadid dar barnoma Ayol va hayot. Mesha dar nahoz baroy binidagon aziz mo bugun ki Xuriyajon kistan va az kujo hasta. تشکر عرض سلام و احترامات به شما گویندی موفق و به تمام بینندگان عزیزتان که برنامه‌تان را بینا هستند و هوری احمدی استم خودم اصلا از سرپل استم اینجا محصل استم در فهلوزی محصلی و همچنان کار میکنم خیلی خوب خودم برای بار اول تجارت آنلاین خواستم که در جوزه جان خیلی خوب هوریه جان میشه در نخست برای بینندگان عزیز ما بگین که شما تحصیلات در مورد تحصیلاتتان بگین چقدر تحصیل کردین در کدام رشته ها و در نخست مکتب در کجا خواندین و با تمام یعنی به آخرش رساندین بله ها حتما خواهر عزیز براتون قصه کنم اصلا ما در یک از منطقه سرپل به نام سید آباد میگه مکتب ما اونجا خواندم بعد از اینکه مکتب ما اونجا تا دوره متوسطه دوره متوسطه شد باز لیسه شد لیسه یعنی بیرون از قریه ما بودن باز به خواهرم گفتم خواهر جان گفتم پیش از اینکه مثلا وقتی که لیسه باشه چرا ما متوسطه برم گفتم سپارچه ما ببرین در لیسه گفتم باز وقتی که اونا بردن سپارچه ما را در لیسه هم یکان دو سال سه سال که خواندم بعد از او که خواندم سنف دوازده هم شدم باز آمدم شبارخان خانه همین بگم دوستای ما آمدیم اینجا که آمدم یعنی گفتم میتونم که در مداره اشتوکی من یک رقم جستجوگر بودم شبرخان که آمدم فضای شدیدم خوشم آمد گفتم اینجا امکاناتش خوب است نسبت به قریه و نسبت به سرپل که چرا اینجا مکتب من خلاص نکنم یعنی من زینجا فارغ نشوم باز دمو چهار نیم ماه یعنی چهار ماه مانده در مکتبا که فارغ شوم من خودم گفتم که من باید اینم زینجا فارغ شوم همه سپارچی من همه مشکلات پذیرفتم آمدم در مکتب لیسه نسوانی نمبر دوی جوزه جان اینجا که شامل شدم باز اینجا ادامه دادم کوشش کردم اینجا هم از اینجا فارغ شدم باز وقتی که فارغ شدم اونو تصمیم گرفتم که اینجا دوره محصلی را ادامه بدم خوش پدیس که از مکتب فارغ شدین یکدم شاید شما هم کانکور امتحان کانکور داده باشین نتایج کانکور چیگونه بود و رشته دلخواه شما چیست و آن زمان چی بود خب درست است اینال وقتی که من فارغ شدم فامیلایم زیاد گفتن که مثلا شما باید قابلگی را بخوانین باز من در مادرم گفتم من دوست ندارم باز مادرم گفت نه اگر میخوای شبرخان باشی پس قابلگی را بخوان اما مثلا دوستاشم با مطبوعات باشم باز قابلگی را چون که مادرم دوست داشت پذیرفتم شد خواندم را وقتی که در پهلوی سو خواندم با مطبوعات هم کار کردم چون که ایش خودم دوست داشتم و ایش خانوادیم دوست داشت اردیش همزمان پیش بردم یک دختر خلاق تشکر زنده باشین حسن نظرتان است بعد از وقتی که امی تو پیش رفتم ادامه دادم و برای او وقت دوست داشتم که یک گوینده بسیار موفق شام در سطح برتان بگم در سطح افغانستان باز وقتی که فارغ شد همه چیزای فارغ شد یعنی که خودم دوره محصلی را تمام کردم با مطبوعاتم بودم بعد از او کوشش کردم که
یک کار کاملا جدید بکنم، متفاوت بکنم، یک کار خوب کنم که خودم از پیش خودم خلق کنم. این تو یک کار بکنم. ماشاءالله. من در تنهایی هایم زیاد کتاب میخواندم. برای فعلا هم کتاب میخوانم. زیادتر طرفدار برانترسیستم که او یک نویسنده واقعا موفق هستم. میتونه بینندگان عزیزم از او کتابایش استفاده کنه، خیلی یعنی انگیزه بر انسان میتن. او را خواندم، باز همه کاری که تجارت آنلاین هستم برای فعلا روی از کار میکنم. یه برام انگیزه شد که تو یک چیزی جور کنم. انگیزه تجارت آنلاین از کجا گرفتیم؟ یا کی برای تان انگیزه شد؟ یاد دار. خب ما برای تان بگویم که ایرا ما از شکست هایم آموختم، یاد گرفتم. ما در رکود سخت اقتصادی مواجه شدم دوران محصلیم. اول وقتی کار میکردم بسیار، مثلا ما در پهلوی از اینکه محصل بودم آید خوب انداشتم، بهترین دفترها را کار میکردم. بعد از او کار که کردم یک دفعی سقوط کردم. سقوط که کردم رجوع کردم به کتاب. گفتم باید اگر میخوای بالا شوی باید دانش ده بالا کنی. از این طریق بالا رفتم، گفتم کاری بکنم به خودم خلق شوم. یعنی بتانم پیروز شوم که مثلا به خودم کار کنم، ایتو یک چیز کنم. باز از اونجا از شکست هایم یعنی که ما آموختم که باید کاری به خودم خلق کنم، انگیزه رم امزو شکست هایی من گرفتم. خیلی خوب. شما گفتین ما در دفتر هم کار کردیم، کارهای دفتر چگونه بود و اولین ماشی که شما گرفتین چند بود که شما گفتین یک دن برای کد اقتصادی مواجه شد؟ اولین ماشی که گرفتم اول رضاکار بودم، بعد از سنف 11 مکتب بودم. زیاد دوست داشتم که کار کنم، یعنی برای خودم تعهد میماندم که هوریه شما باید پیش از اینکه از مکتب فارغ شوید جایی کار کنید. یک قسم یک اقدام برای خودم میکردم، تلاش میکردم. باز هم متوم شد، مثلا پیش از اینکه من از دوازه فارغ شدم کوار شدم 3000 ماش داشتم به یه اندازه. بعضی از سینه گم باز سینه 3000 خانه. بعد از او که وارد شدم اینجا آمدم، در شبرغان آمدم، یک دفتر بودن که او بخش زنا را حمایت میکردن، نامشم قدر دقیق به یادم نیستم، اونجا بود 5000 میداد. باز هم تو پیش رفته، باز به یک سمینار اشتراک کردیم، دفتر آلتای بود که اونجا تقریبا گفته میتونیم که ماشش 70000 افغانی بودن تا اونجا. باز بعد از او که بود بسیار پیش رفتیم، چون که زیادتر قدر چی بگم پیش رفتیم، هم تو یک دفعه شد دیگه گروکود اقتصادی سرم آمد. این گروکود اقتصادی باعث یزی که شد که من تحتاب ما محکم بانم. بعضی میگه شکست ها به موفقیت ها میرسنن، حقیقت داره؟ دقیقا. یعنی وقتی هر شکست باید ما ازش خیر و درسش پیدا کنیم. خداوند وقتی که به سر انسان یک چیز میاره هیچ وقت بدون خیرش نمیاره. حتی اگر امو شکست باشه، حتی اگر امو رنج باشه، امو درد باشه، او باز یک خیر و یک چیز به دو نهفته است. خداوندم چنین میفرماید در قرآن عظیم الشان، الما یسر یسرا، یعنی بعد هر خوشی، بعد هر غم شما میتونید دو خوشی را تجربه کنید. و همچنان بزرگای ما میگه در این باره میگن که پشت هر ابر سیاه یک باران شدید نهفته است. یعنی ما باید از شکست های ما پل بسازیم، نه چاه. دقیقا نمیتونستم. هوریا جان، شما خودتان گفتین که شما یک دختری بودین که در قریه زندگی میکنین، حالا در شهر زندگی میکنین. تفاوت بین دختر قریه و دختر شهر را در چی میکنین؟ بسیار یعنی تفاوتش زیاد هستن. دخترای قریه را برتان بگویم که است بسیار یعنی صادق، هم اینجا هم مردم صادق است دیگه، است خوب، مردم مهربان است. اونجا چون که در جامعه نبر آمدن ندیدن، یعنی یک چیز زود قبول میکنن. برتان بگویم دیگه از نظر تحصیلی خوش باور هستن، بسیار خوش باور هستن. دیگه یکی برتان بگویم زیاد طبیعی هستن. طبیعی یعنی که برتان بگویم هر چی که هستن همون را نمایان میکنن. بله دقیقا، یعنی میتوست دلش باشه خوبی، دلش باشه بعدی، یعنی میتوی یک چیز هست دیگه. از نظر تحصیل لاتم فرق دارم. مثلا اونجا که هستن سطح دانششان پایین هستن،
اگر دخترای قریه بخواد درس بخونه یا انگیزه داشته باشه، من میگم بسیار یعنی خوب میتونه مقاومت کنه. چرا؟ اونا از نظر جسمی خیلی کار میکنه. وقتی انسان از نظر جسمی از نظر ذهنی کار کنه باز بسیار قوی میشه، میشه یه خلاقیت کنه. از خاطر این تجربه را به خود دیده میگین یا که دیگران را دیده؟ به خودم دیدم. میگم من چرا من برای فعلنم که با وجود مثلا تجارت آنلاین میکنم، یعنی ما زندگی ما که بودن سراسر برایتان بگویم مشکل بوده نه، خود ما دختر خوششانس میدانم، مشکل بوده بگویم ها مشکل بوده. ما روزایی بوده که همزمان خانه پدر نان پخته میکردم، نان اورم دقریه چشمایم هم ضعیف است، آب از چشمایم میامدن، بازم نانم پخته میکردم، برشان دیکشم میکردم، لباسشان هم میشوشتم. ایره ما صبحانه ساعتی 3 بجه صبح در روزای زمستان خسته میکدم و 8 بجه خودم آماده میکدم، یعنی 1 کیلومتر راه دور است تا سرکه که ما بیاییم از سریپول داشت جوزه جان بیاییم درس بخوانم. اونجا مستقیم خودم همه کارم میکدم، آرسته میکدم، یک همام هم میگرفتم. جالبش همیگه بود که هر روز من از قریه میامدم جراب سفید میپوشیدم. چرا؟ من میگفتم این مردم شهر طرف مسائل میکنه، میگه این دختر از قریه آمده، نه ما بودا که من یک ذره هم لباسم چیز داشته باشم. اینجا میامدم موترها را گیر میدادیم با یک تفلک خورد، خواهرم بود یا هم بچه کاکایم بود. اینجا میامدم کورس انگلیسی میخواندم، همزمان روی پلانایم در شب پلان میکردم، روز زیر آمده اجرا میکردم. یعنی ساده 1 بجه 2 بجه دوباره مسئله پول میرفتم، شب امو تایم امو دیک میکردم، امو چه میگه کارهای خانه را میکردم. در خانواده چند نفر است؟ در خانواده تقریبا 7 نفر است. دختر کلان خانه است؟ نه خیر، دختری خوردشم بگویم بله، اگه بگویم نه خیرم نه، چون که بعد از ما مادرم یک را تولد کرد، یعنی به دنیا آوردم. خیلی خوب. بله. خواهر کلان داریم؟ بله. آیا آنها نیز در خانه هستند؟ یک خواهر دارم، اونا رفتن ایران عروسی کردن، یکی دیگه شما هست با من هستن، کلانتر هست از من، در کارهای بسیار حمایت میکنه، برای مشوره میتن و در پهلوی از او اردوی ما در قریه که باشیم یعنی خمک دوزی میکنیم، از ساعتی 7 بجه شروع میکنیم، 12 بجه شب خمک دوزی گود دوزی میکنیم، صبح که میخیزیم اینم 4 بجه میخیزیم خمک دوزی میکنیم، فقط ما به خاطر آینده ما کوک میزنیم. خیلی خوب. هوریا جان شما خود گفتین مثلا تا 12 بجه باز 3 بجه شب دیگه باز هم بیدار شدین، 2 ساعت خواب یا 3 ساعت خواب، آیا خیلی خسته کن نیست این زندگی و این حالت؟ چرا اینقدر کار؟ براتان بگم اگر هدف باشه نه خیر، چون که روی هدفت کار میکنید بسیار یعنی براتان نتیجه شکل میبینید، انگیزه میبینم. من روزی که وارد دهی کار شدم تقریبا براتان بگم 10 تا دختر یاد گرفتم، 10 تا دختر یاد گرفتم، برای دیگران یاد دادم. خیلی خوب. او قدرم در نظرم اینال ببینید تا 12 بجه شب یا هم 3 بجه که میخیزیم 3 ساعت خواب کردیم. باز ما مثلا از طرف خانه که بودم در قریه که بودم اونجا باز 1 بجه 2 بجه 3 بجه بیکار میشدیم، باز میتونستیم خوابای خالی ما را از اونجا پوره کنیم. خیلی خوب. شما گفتین در یک روز شما 10 نفر یا که خامک دوزی رو یاد گرفتین در شکل شد؟ در یعنی شغلم گفتم، وقتی وارد دمی شغل شدم یعنی تجارت آنلاین که ما باید با دختر آشنا شوم گفتم، یعنی در اینجا من از شروع تا حال؟ بله ها، از شروع تا حال. خیلی خوب. اینها رو از کجا یاد میگیری؟ کدام استاد دارین یا از طریق اینترنت؟ سعیست من ما وقتی که بار اول جالی دوزی را میخواستیم یاد بگیم، دختری همسایه ما او را دوختن، او بسیار کار ظریف بود، خودم یعنی 14 پاس دختر استم، در یک قریه که میرم میگم برای ما جالی دوزی را یاد بگیم، برای اونا بسیار تجربه آور میگه این 14 خانده میه جالی دوزی یاد میگیره، اما نمیفهمه که من چه کار میکنم. اونجا میرم خانه همسایه از هر طریقه شده او را یاد میگیرم، وقتی که او را یاد گرفتم میارم برای تیمم، یک تیم هم داریم که در او تیم هم آموزش میتونم در بسیار زیاد میمسیم. تیمتون در کجا هستن؟ تیم ما در ولایت جوزه جان هست که تقریبا گفته میتونیم 10 تا دختر داریم که یکان 4 تایش که هستن، یک خیاط داریم، یک گلدوز کاملا ماهر داریم و من همراه خواهرم هستم و خودم هستم در این بخش، مثلا هر کدام ما میتونیم دختر مکمل انجام بدیم و شاگردای ما تقریبا 6 نفر هست که ما برای اونا یاد میتیم، میگیم یعنی چیز ما برتان رایگان یاد میتیم، هفته 2 روز شما بیاین
امیره یاد بگیرین دوباره مواد تولید کنید، ما یعنی مواد دوباره شما میگیرین. خیلی خوب ماشاءالله، چه یک فعالیت زیبا و خوب. تشکر، زنده باشین. بسیار مردمی هستن اون واقعا. ها به خاطر که در پشت مرد هم یاد بتین بعد از یاد دادن اما چیزایی که آنها تولید میکنن او را بگیرین. پس خرید فروش کنین، از هم خودتان فایده ببینه، هم مثلا اونا هم بیکار نباشن. دقیقاً استاد شما علی بگوین، استادتان کی بود؟ بغیر از یکی را یک دختر دانه خواهد از دختر همسایه ایتون یاد گرفتم. بله ها، دیگر یک دختر دیگر هم از مادر جانم یاد گرفتم. خیلی خوب. در دوزی میگه که زیاد مروج جسد و جوزی جان دیگه برتان بگم بافتار از قدیم هر نوع بافت میتونیم، بافتی چادر مثلا باشه، بافتی برتان بگویم لباس باشه، بافتی دستباک باشه، خوب بافتا که شد کلگش یاد دارم. از سابقه او را یاد داشتم. باز یخن از یک دوست دیگه ایم که بود دو اتاقم بود از او یاد گرفتم. یک دو نوع یخن از او یاد گرفتم. خیلی خوب. بعد از دیگه برتان بگویم شبکه دوزی میگه، سرای چادر میدوزه، بور از یک دختری دیگه یاد گرفتم. خلاصه هست هر کس یک یکم میدوز بکردم. ای امو توانایی و خواسته هایتان پرتلاش بودن شما را نشان میده. شکر، زنده باشین، سلامت. آیا میخواین دخترهای دیگه را یاد بگیرین یا که مکمل خلاص کردین؟ نه نه خیر، خلاص نشده، خوش دارم بسیار زیادش یاد بگیرم از این بعد و شاگردای من توصیه بتوم زیادش کنم، در حد یک شرکت برم، پیش برم. انشالله بخیر. بله ها، ما مطمئن هستیم شما میتونیم. حوریه جان از یک وقت کوتاه داریم، بعد از وقت باز هم با شما هستیم. خوش ایزلر وقت بدن که میانه هم بار نیست. این خواست سلام لرن سلرگه تقدیم بسن ایزلر. ایندی کل بزلن کرمخت بسن ایزلر. من حوریه جان شنه بر قز بالا که به کوب آز مدت چیگه کوب شلرنه بجرگن لر. یعنی بلرنه اوز تب تلاش لرگه قرائده. فرض مثال بلا قلل میمنده بولترگن، یا هم اقتصادی مشکل بسن، هم بر قریه بولترگ ترگن قزنه مشکل بسن، بلر بر سرپل ده ولایتنه بر qariyasidan kelib bu yerga ham dars ta'sil ko'rsinlar, ham bunday bir faoliyatni bir Jazjon viloyatiga qilish yo bir diga boshqa viloyatga qilib va ham boshqaga o'rgatib o'sha qilgan ishlarini olib yana ham sotib bularga ham xizmat, o'zlarga ham xizmat qilish bir kichik narsa emas. Ha, haqiqatdan bir katta bir faoliyat, katta bir xizmat. Shunga binoan yana ham bizlar Huriyojon bilan bormiz. Huriyojon, biz ham xush kelibsiz. تشکر، زنده باش. خوش حوریه جان عزیز، شما گفتین که خواهرتان هم همراه شما کار میکنن، آیا میشه بگوین که خواهرتان تحصیل کرده هستن یا که آنها به کار و فعالیت بیشتر علاقه دارن یا در تحصیل؟ خواهر ما مثلا تحصیل کرده هستن. خیلی خوب. ما یه خانواده روشن فکر هستن. ماشاءالله. گرچه پدر مثلا سواد نداره اما دیدش بسیار بالاست. اگر روزی برنامه رم دید واقعا ازش تشکری میکنم. واقعا پدر مرد واقعی است، در پهلوی اینقدر منطقه و نامنی میپذیره دخترش از کجا به کجا روان میکنه. او رم با یک بچه خود مصرف رای من مثلا پدر روزانه بر من میداد 200 افغانی، ایره ماهانه 6000 افغان میشه. هیچ کس حاضر نیست در قریه دخترش تا سرک بانه، چی مانده که در موتر بالا شده بیا او رم در پهلوش که روزانه شه ماهانه 6000 بعد از او پیسم بیده که بخوانه. هیچ پدری مثلا من فکر نمی کنم که دمی سمت شمال حاضر شوم این کار بکنم. باز در پدر من یکان وقت میگم پدر میگم شما یه نمیده نابغه هستیم دخترتان هم نابغه هستن. این قسم نفر خیلی کم پیدا میشه که فرض مثال دخترهایشان حمایت کنن و بگویم که واقعا دختر یک چیز شده میتونن. بازم خیلی خوب. حوریه جان شما گفتین که در تجارت آنلاین شما چی چیزها رو شما یعنی به نشر میسپارین؟ آلی خو تا حال خرید فروش دارین یا که تا حال شروع نکردین؟ کردین، اگه کردین از کجا شروع کردین؟ بسیار خوب، 4 ماه میشه که من ای را به صورت رسمی شروع کردم تجارت آنلاین. یک صفحه داریم و یک پیش داریم و هدف ما گفتیم پیشرفتی فرهنگ سمت شمال است. ما تمام کالاهای سمت شمال را تولید میکنیم، از جمله کالاهای اصلی فرهنگی ازبکی، کالاهای اصلی فرهنگی هزارکی، کالاهای اصلی فرهنگی افغانی و همچنان ترکمنی و در پهلوی از اون نورستانی که هست و تاجیکی، کالاهای تاجیکی را هم تولید میکنیم که یعنی در سمت شمال که کالاهایی که سمت شمال میشینه و یا هم فرهنگشان چیست، ما کالاهای تمامی از اینا را تولید میکنیم.
و در پهلوی از او کوشش میکنیم که این صفحه مجازی را کاملا دا مردم یعنی آگاهی بتیم و مردم آشنا شود و نمایندگی های ما را به زودترین فرصت در سمت شمال میکنیم. برای فعلا ما فقط 4 تا نمایندگی داشتیم، در خود جوزجان 4 تا نمایندگی داشتیم، یکیم در مارکت غفار پالوان و دیگرش هم مارکت مقزاده است و مشتبه شریفی و همچنان عطای مارکت. مثلا ما نمایندگی های داریم که لباس های ما را میتونن که از اونجا به دست بیارم و در پهلوی از او ما میخواییم مثلا اینمی را در سری پل، همچنان در مزار، در انخوی، در آخچه هم نمایندگی های داشته باشیم به خاطر لباس های ما. خیلی خوب. ای دکان هایی که یا نمایندگی هایی که شما دارین مصارفش به دوش کی است؟ یا هم امو دکان ها، امروی دکان ها یا مردم، با مردم قرار داد میکنین چطور؟ خب ما کی هستیم؟ مثلا روابط، یعنی در تجارت دو چیز زیاد مهم است، یکی روابط است، یکیش روابط است، یکیش منابع است، که این دو چیز انسان داشت موفق میشه. ما روابط مثل از اینا 50-50% کار میکنیم. مثلا بر دکاندار جنس میتیم، میگیم اینمی را از طریق آنلاین خرید برشان بسیار امتیاز قائل هستیم. مثلا دمو پیسه ارزانی که در آنلاین دیده میتونه بخره، چون که جنس ما واقعا بالاست، دختای ما کاملا با دست کار شدن و در پهلوی از او با اونا اگر 1000 پم فروخت هر چقدر فایده کرد از دکان خودش میفروشن. اگر از روی صفحه ما آمد گفتن که من یعنی سفر دیدم، یعنی مشخصاتش، یعنی پیسهش، من یعنی لباس میخوایم، در او صورت میتونه اونمو پیسه را در او تحویل کنه، چیشه بگیرن، لباسش را بگیرن ازشان. از یکی از دکان بگیره یا از نمایندگی تان بگیره، بهتر اگر از طریق صفحه تان بگیرن بسیار خوب میشه. در اون صورت یا که امو قیمت هم یعنی اگر از صفحه ما یا هم از طریق آنلاین بخره بسیار ما برشان چی میگه تخفیف مدی نظر گرفت هستیم. چرا ما میخواییم که یعنی کار هر چی زودتر هر چی خوبتر مروج شود. باید مردم ما ای را بپذیره که امروز نه فردا، فردا نه پس فردا، باید دیرم مثلا از این طریق خریداری کنم. و اگر مثلا از دکاندارا میمونه در دکانش نرخم خودشان میمونه که مثلا ما امرایشان قرارداد کردیم یعنی جنس بر شما میتیم، شما میتونید ای را بفروشین دمی قیمت مثلا پایین تر از 700 افغانی نفروشین، چرا که ما در پیج مانده استیم، اونا در مو مقدار میمونه را وقتی خودشان که اگر مشتریشان ده 1000 راضی کرد، ده 800 راضی کرد یا ده 900، اون مربوط خودشان میشه. تا حال از این تجارتی که شما دارین، تجارت آنلاین، فایده یا مفادی دیدین یا هم از این درآمدی دارین؟ بر فعلا درآمد ما بسیار کم است. چرا؟ چون که بر فعلا مصرف ما زیاد، درآمد ما کم. اول که مثلا مردم قدر آگاهی نداره، یک دومی که ما مثلا کار میکنیم روز به روز، میگیم باید بیشتر و خوبتر شویم به خاطر از این روز به روز مصرف که داره استیم. مصارف به دوش کیست؟ گفتیم میخوام مصارف بیشتر درآمد کرده. مصارف ما گفتم برای بار اول پدرجانم مخالفت کرد، اما چون که تصمیم قاطع بود باز پدرجانم گفتن که حمایت میکنه. برای فعلا پدرجانم مرا در بزنسم همچنان خواهر رو حمایت میکنه، یعنی اونا برای ما پیسه میده و خودم هم کوشش میکنم همین یافتگیم از سر اینا خرج کنم. خیلی خوب. روریا جان، قسمی که ما میفهمیم، میخواییم بیرندگان از این ما بفهمیم، تحصیل کردن از یک ولایت، مثلا مسافر شده بیاییم در ولایت دیگری تحصیل بکنیم، چگونه است؟ آیا این بهتر است که در یک ولایت دیگر مسافر شده تحصیل بکنید یا که در خانه تان باشین و در همون ولایتی که هستین در اونجا تحصیل کنید؟ چون شما اگر خوشی باشه خوشی هایش دیدین، رنج باشه رنجایش دیدین، دردایش کشیدین، از بعضی هایش من خودم هم شده هستم. میشه در این مورد بگیم که تحصیل از ولایتی که ما زندگی میکنیم خارج از آن چگونه است؟ خب واقعا سخت است برتان بگم، امکان ریسک بسیار زیاد است، یعنی امکانش خیلی زیاد است. باز در زندگی باید خود انسان برای خودش قاعده و قانونا را بانه. مثلا وقتی که من از اونجا میایم امکان داره موتر تصادف کنه از بین برم، امکان داره که برادرهای مخالف جنگ کنه در او جنگ گیر بمانم یا هم بمیرم. این هست، این چیزها امکان داره. چرا انسان فقط میگه همه چیز میتونی تضمین کنی بجز از زندگی؟
زندگی و مرگ انسان نمیتونه تضمین کنه که چه اتفاق میفته. و چون که من میخوام پیش بروم، اینا رو برای خودم بهانه قرار نمیدم. مثلا که راهی توسته یا هم شاید موتر تصادف کنه، میگم زنده ماندو که اون کار میکنم، مردم که خدا یار جانم. من روزایی رو دیده بودم که شما لیلیتون نبود، میخواستین یک جایی رو پیدا کنین به خاطر امید تحصیلتون لیلیه باشه، شما بهتر در اونجا زندگی کنین، هم کار بکنین هم درس بخونین. آن وقت ها چطور بود؟ بسیار سخت است واقعا. در پهلوی از اینکه مثلا محصل هستی، مسافرش دیگه درد داره. باز مسافرها اینقدر مثلا برتان با وجودی که دلشان نازک است، از پدر مادر دور هستن، هیچ حمایتی قرار نمیگیرن. واقعا جامعه ما با اینا باز بسیار برخورد بدی داره. این واقعیت داره. با دخترهای محصل اگر بفهمه اینا مسافر محصل هستن، شیوهشان کاملا تغییر میکنه. من نمیفهمم که دلیل چی است، در کجا هستن. خب هم مثلا اگر یک دختر، من زیادتر جای رفتم، اگر با یک دختری که در خود جانشته خوانش باشه خیر است که هر رقم بگرده یا هم استایل بزنه هیچ مشکل نداره. اما یک دختر مسافر یا یک دختر محصل اندک میچی کنه، پایش بالا کنه، باز بسیار برش مشکل ایجاد میشه. سخت است، واقعا سخت است. اگر از دوره لیلی ببینیم، یعنی خیلی سخت است. درد دارم. من سختی های شدیدگی هستم. یعنی سختی که شما کشیدین آن را دیدیم. از خاطر پرسان کردم، بسیار زیاد میبخشم اگر کیفیت شما را تلخ کرده باشیم. نه خیر عزیزم، همون روزهای سخت بودن که گفتم. همون روزهای سخت بود که شما در اینجا رستیم. بله ها. اگر روزهای سخت نمیدیدین، این روزهایی که آل میگذرونین اینا حیف میشد. مثلا یعنی عادی و آسان به دستان آمده باشه یکسان، اما حالی من میفهم که شما قدری این روزتان خیلی میدانیم. بله ها، دقیقا نمیدستان. از این قدر کارها، کارهایی که شما تعال کرد آمدین و با مشکلاتی که شما مجادله کردین، خاطره خوشی که داری؟ یک روز با دخترها بودیم، رفته بودیم شهر. یک دختر دوستم هستم که نامشم شکیبا است، بسیار یک دختر شوخ مجاز هستی. هر دی ما رفته هستم، چون که من اون وقت کرکترم بسیار تغییر میکرد، چی بگم ساده بودم، هم بعضی چیزا رو بسیار جدی میگرفتم. این دختر رو قسم نبود دیگه. رفته کلگ ما سه تا هستیم میریم درا. این دمو پیشی چکه فروش رسید. چکه فروش رسید، دستش دم چکه بندات کش داده دم دان ایتو کرد. من یک رقم شدم، گفتم چرا تو ایره کردی؟ من بسیار جدی شدم. امراش او خنده کرد، گپ نزن، گفتک بیزم در اتاق، گفتک چکه نخورده اینجا، من چکه بخورد. او برای من خیلی جالب تمام شد که نیسته کم تو یک کار کردم. دختره ای که در لیلیه با شما بودن، همه ایشان از هر ولایت بودن؟ بله، از هر ولایت بودن، از هر منطقه بودن. چطور بود درس هایی که آن زمان شما دیده بودین؟ درس های قابلگی، آیا شما با آنها زیاد داشتین بود از درس هایتان، از استادایتان؟ در قابلگی گفتم میتونم خوب بودن، میشد بقدر نه، چون که مثلا هر چقدر تو جالب باشه برتان بگویم پروفیشنال باشه، در مو هر شاگرد جذب میتونه. یک چیزم پیام نه به تمام استادا هستم، نیوم هم زنجی انسان نباید هیچ وقت شاگردش مقصر بدانه. این جهان ما همیشه شاگرد مقصر میدانیم، اما جهان خارجی قسمی نمیدانه. همیشه استاد مقصر میدانه. واقعا استاد باید یک مهارت خاصی به خاطر آموختن داشته باشن. مثلا دیگه کشورهای خارجی تفلاره که درس میتن مثل تفلار رفتار میکنن، اما ما قسم نیستیم. ما بسیار دستیم جدی میاییم، نباید خندی ما رو شاگرد ما ببینه. درس ها با کیفیت پایین، یکان لغت هم که پرسان کنیم قارشان میاییم. باز این قسم یک مشکلات هست، اما انسان هر چقدر که خودش بسازه تغییر بیته، او رو تغییر به صورت پیشرفته بسیار خوب میشه برش. یک افتان درست است. یک قانون است، قانون استادی. مثلا استادی که 50% باشه، شاگرد 50% از تمامی سن 50% یاد بگیره، بس مشکلی نیست. میگه که کم کم مشکل استاد، مشکل استادم است و مشکل موثر یا شاگرد. دلیلش پیدا کن. از
50% پایین شاگرد ها یاد بگیرن، باز در اینجا استاد تنبل هستن. اگر از 50% بالاتر شاگرد ها یاد بگیرن، باز در اینجا چیز مشکل به بعضی از محصلین و شاگرد ها هستن. بله ها، اما ما گفته میتونیم که مثلا استاد باید بفهمه که شاگرد چرا یاد نمیگیرن. مثلا استاد باید روانشناس باشه. دقیقا، این یک شاگردی که در منفجم مشکل داشته باشه، یعنی در او الجبر درس بدی، این واقعا چی بگم برتان، خیانت بگم است یا هم بگم خیلی سخت است. خیلی سخت است، نمیتونه یاد بگیره. یک دختری که روی خوانی یاد نداشته باشه، نمیتونه یک متن بخونه یا هم یک مقاله رو بخونه. باید از تحت. خوریا جان، شما میخواین تجارت، یعنی یک بانوی تجارت بشه شدین یا قابله؟ ما میخوایم یک بانوی تجارت پیشه بسیار قوی، یعنی مال که وارد میکنم کاملا با کیفیت باشم. این در مردم افغانستان ثابت شو، حتی در مردم جهان هم ثابت شو. یک قسمی خیلی قابلگی که خواندین، باز ایره چه قسم میکنین آرزوهای مادر جان؟ سعیستم. حالا سر از این برتان میکنم، آرزوهای مادرم تا حد بر عهده شد. چرا؟ من خواندم، دیپلم نشه گرفتم، یک سمینار از طریق کشور استونیا بودم، در اون موفق شدم. برای فعلا در خانه برشان دکتر هستم، برشان نسخه نوشته میکنم، پیچکاریشان تر میکنم، سرویشان تر میکنم. برشان برتان بگم تابلت میارم، راجش برشان میگم که تابلت این تو فایده داره، این تو مزریت داره. از روز اون در خانه یک طبیب هستم. واقعیتش بگم یک مشکل پیش بیاد برشان دفتر، اما کارهایی که اولی هستم اون را برشان انجام میدم. آیا شما کدام جایی کار کردین؟ نظر به رشته‌ای که خواندین؟ چند مدت بله ها، افتخاری کار کردم، الحیات کار کردم. یک چند مدت هم در بقایی یک منطقه بود، اونجا کار کردم. خیلی خوب. بله. زندگی پر از ماجراهاست، از ماجراها چی درس گرفته؟ فقط درس گرفتم که باید صادق بود، باید خوبی کرد، خوبی به هر نحوی دوباره برتان برمیگردد. همون خداوند گفته شما نیکی کنید در دریا پرتیم، من جای زمانی پاداش میدم. من کاملا در این حقیقت هستم، در این واقع و یا هم در این چیز در زندگی تجربه کردم، باورمند هستم. بله ها، اگر انسان صادق نباشه میگه زمین گرد است، گرد است. اگر دور میخوره پس سمت میاد در سرت، خوب کردیم میبینی، بد کردیم میبینی. این رو صد فیصد. خوش آریا جان، شما چایتان رو نوش جان کنیم. ما هم یک مخفه کتا با بینندگان عزیز خود داریم. عزیزلر قسقه تنفستن که یعنی هم بس یا من و آریا جان بار کینچالی یعنی هم برمز. سلام علیکم عزیزلر، یعنی هم من و هوریا جان سیزلر نویلرینگیز مهمان بس. عزیزلر یعنی هم بارمز. هوریا جان ایتب گیره دیگن سوزلر گیر دقیقت بلن قرنگر. حقیقتن هم بر کچک، یعنی یاشلار اونچالی گیتشکن بولمز، هم سوزلر یعنی بر ارزی دیگن سوز یا هم قینچلیکلرنی کورو حاضر موفقیتلی تمانگی یزلنه دیگن بر کشم کور ایلی بولر. یعنی بر زمان اوتشی بلند، بر قنچه زماندن کهین حقیقتن هم اوشا ایتگن کشیلر، یعنی اوزلار استگن کشی بلند من یا بلند من. چونگه بنا هم یه نه هم ازلار باشلایمز سوزلارمز نه هوریا جان بلند. هوریا جان بازم خوش آمدین، خسته نباشین. تشکر، سلامت باشین و ممنون از چایتان. جهان از خواهش خوب. میکنم نوش جان تان، سلامت باشین. هوریا جان چطور با سخنان با شما بیاین یک دب فرض مثال، بعضن از که یک کسی سوال میکنه آیا تمامی سوالایی که من میکنم نظر به خواستان است یا نیست؟ عزیز بگم همه گی سوال آیا سوالایی که شما بدلتان امو جوابایی که بدلتان ماندگی است امونا رو سوال کردین یا کدام چیزهای بعضی چیزهایی هست که خودتان بخواین فرض مثال نگفته باشیم؟ من نام خدا شما واقعا یک گوینده موفق هستیم. همه چیزی که بود اما گوی بعضی ها میکرده دک که امون لیابش بود کلگیش را کشیده گفتیم. سلامت باشین، زنده باشین. هوریا جان میشه در مورد رفتار مردم ولایت جوز جان بگوین که چگونه است؟ آیا همه یکسان است یا که متفاوت است
مردم های ولایت جلال جان. بله خان جرانی، اما من جوزه جان بسیار دوست دارم. واقعیت جوزه جان به نام شهر رویه های ماندم. چرا؟ چون که من در اینجا اولین قدمی به خاطر پیشرفت ماندم، از اینجا شروع کردم و خواستم که همینجا مثلا زندگی کنم و یا هم باشم. رفتار مردم هم متفاوت هستن. یک واقعا جامعه است که کس در کاری کس کار نداره، هر کس میتونه آزادانه فعالیت کنه، این واقعیت داره. اما یک کمی کاستی هستن، او خیر هستن، اوش آدم بخاطر از خوبی هایش میپذیره. خیلی خوب. در جامعه که علی شما در اینجا آمدین، در ولایت جلجان آمدین، در سرپل هم شما کار و فعالیت با دفاتر یا در شهرهایش داشتین یا تحصیل در شهرهای باید سرپل کردین؟ تحصیل در سرپل نکردم. واقعیتش در دوران مکتب خواندم، بعد از او که مثلا دوره محصلیم دوره سنف دوازدهم دیگه داخل ولایت سرپل فعالیتی نکردم، چون که همگیش آمدم کلان در جوزه جان آمدم. در شهر رویه های ما آمدم، اینجا فعالیت شروع کردم، پیش رفتم. خیلی خوب. رفتار مردم با همگی چیگونه میبینیم، خصوصا با خانم ها؟ رفتارشان نیک میبینیم. واقعیت که بگویم یعنی اکثریت مردم شبرغان مهمان دوست است، لیازی است برتان بگویم، با خانم ها احترام میکنن. این بازم میگم که ما اکثریت کمش هستن که اونا شاید خو خیر است برمیگردیم، اونا شاید سواد نداشته باشن یا مثلا چیز نباشن، اما بازم میشه در این مورد بگیم که از کارهای خانه و چی چیزی استعداد خاص و علاقه خاص داریم؟ والا برتان بگم در کارهای خانه همه گیشم میکنم، که بگم نمیکنم یعنی نه میکنم، اما خلاقیتش گفته نمیتونم. اگر بگم برتان در خلاقیت در کار خانه ندارم که از پیشم خلق کنم، شاید در بخش دیکورش بکنم. مثلا تنظیم خانه رو خوب میتونم، دیکور دیزاینش هم میتونم، در سر خانه خوب تغییرات آورده میتونم، اما بگم در بخش کالاشویی یا هم دیک پختن مهارت خاصی ندارم، اما میکنم. استعداد خاص شما به چیست؟ استعداد خاصم دوست دارم خلق کنم، یک چیز جور کنم، خلاق باشم، یک چیز جدید دوست دارم بکنم. مثلا من دوست دارم کتاب های جدید بخونم، دوست دارم با افراد جدید آشنا شوم و دوست دارم با بهترین افراد سخن بگویم. اونم کسایی که از علم و دانش بسیار بالا باشه، آگاهی داشته باشه، با اون آدم دوست دارم میشه. اگر شما با کسی که علم و دانش و آگاهی بلند داشته باشد، یعنی گفتمان داشته باشین، نشست و برخاست داشته باشین، چی چیزی را میخواین از او یاد بگیریم؟ فقط میخواین علم و دانشش ازش یاد بگیرم، یعنی تجارب زندگیشم. یکان وقت کسی مرا نمیشناسم، من میفهم که نمی آدم یک کمی از نکده خوبتر و بهتره. مستقیم میرم میگم سلام خوب است، میگم میشه راجع تجارب تان بگیم؟ بعضی ها ایران میمانه میگم چی بگیم برتان؟ میگم ما میگم آه ما میخواییم فلانی نفر است، میخواییم این تجربات تان بفهم. تعجب میکنم. الگوی شما در زندگی تان؟ الگو نمیخوایم کسی را الگو قرار بتم، اما دوست دارم روز برسه با بلگست و برانترسی بشنم یک جایی، امراشان سخن بگم، از دیدشان، از علمشان بشنم. ات یک چیز خیلی خوب. خوش دارم در جامعه در خودم یک فضا باز کنم، خودم باشم، یعنی کسی را الگو قرار نمیتم، اما از علم و دانش بلگست و برانترسی خوش دارم استفاده کنم و راه اونا را تایید کنم. اگر پدر جان تان شما را حمایه نمیکرد، شما تا حالا چی میکردی؟ اگر پدر جان حمایه نمیکرد شاید میکردم کمتر، بازم میکردم، چون که من جدی بودم که میکنم. با پدرم گفتم پدر جان کمک میکنیدم دلتان، نمیکنیدم دلتان، اما ما کار ما دوست دارم، من جدی است میکنم. برای آن عده افراد یا خانواده هایی که اولادشان مثلا از خود خلاقیت ها نشان میدن یا به خاطر تحصیل یا به خاطر کار و فعالیت آنها حمایتشان نمی کنید، چی گفتنی داری؟ در خانواده های عزیزم، در خانواده های عزیز افغانستان، به خصوص که افغانستان در حالت واقعا بد قرار داره، باید بپذیریم.
خانواده باید از خودشان شروع کنند. اگر میخواهیم که اما اگر میخواهیم که مثلا جامعه ما پیشرفت کنند، پس همه ما از خود ما تغییر شروع کنیم، از خانواده ما شروع کنیم. مثلا خانواده ما باید تحصیل کنند، باید قبول کنند جامعه ما که دختراش بیرون از خانه کار کنند، از خودشان خلاقیتشان را نشان بدن. و خواهش ما است که دخترایشان مانع نشوند، بونه که خلاقیتش بر جامعه نشان بده کار کنند. دخترها از کدام طریقه یا روش پیش بره که فامیلشان بفهمانند که آنها مورد اعتماد هستند و میتونن یک فعالیتی را انجام بدن؟ چون شما خیلی زیر این سخنان یا زیر این گپ هایی که مردم میگفتن یا فامیلتان میگفتن بودین و حالا فردی هستین که این دوره ها را شکست دادین و به دوره ای که خودتان میخواین رسیدین. بنابراین او شاید شما بتانید بهتر برای بینندگان عزیز ما بفهمند. بله، دختر خانم های عزیز میتونه از طریق علمشان بر خانوادشان بفهمانه. مثلا تلاش کنه، وقتی که تلاش که کرد علمیتشان بالا شد، یک دختر میخواه بیرون کار کنه، باید پدر مادرش بگه که پدر جان من این استعداد دارم، من میخواه بیرون کار کنم. بباری اول هر خانواده مخالفت میکنه، اما وقتی که اونجا رفتم بسیار قاطی جدی نظر که به مو رفتار خانواده میخواد دختر بیرون شو، دمو رفتار بیرون شو. باز پسان که مثلا خانوادش فهمید، سرش اعتماد کرد، دختر میتونه در بیرون کار کنه، یعنی قویست دی از خودش برمیه. در وقت که مثلا دخترش هر نوع مثلا استایل زد فرق نمیکنه در نظر من، از اول بسیار جدی شروع کنه و بسیار قاطع باشه و هر نظر میکنه، هر کاری میکنه باید با مشوره پدر مادر انجام شد، حتی اگر از بیرون از خانه میره. یعنی روزایی که ما در اتاق لیلیه بودیم، من روزایی که از شهر میبرم آمدم، پدرم چی میفهمه که من در شبرغان شهر میرم؟ اما بر زنگ میزنم پدر من فلانی ساعت شهر میرم، فلانی ساعت برمیگردم به خانه در اتاق. نمیفهمید پدرم در اینجا، اما ما برش میگفتم چون که اعتماد داشت. من میگفتم بیای از سر پول ببینم از زیر شو، نگوی که چرا ای هست. از خاطر ده دختر خانم ما میخواییم، اگر میخواییم که رویش تجربه کنی و یا هم رویش را پیاده کنی که خانواده تان راضی شو، یعنی هیچ کار بدون صلاحیتشان نکنی. خیلی خوب. خوشوریا جان، میشه در مورد وبلاگتان یا هم امو آدرستان برای بینندگان عزیز بگین که بعضی از کالاهای فرهنگی یا بعضی از چیزهایی هست صنعتی است یا فرهنگی است که خودشان نظر به فرهنگ خودشان ضرورت دارن، از طریق او آدرس شما بدست آورده بکنن. خیلی یک فعالیت خیلی خوب است. بنابر او در دقایق آخر برنامه هم هستیم و پیام های شما را همچنان میشنویم. بعد از خدافزی با بندگان چنانه. خب ما برای فعلا پیش داریم امرای فیسبوک داریم، زیادتر رجوع کردیم. نام فیسبوک ما خانه فرهنگی هورشمال، پیج ما به نام خانه فرهنگی هورشمال است و فیسبوک ما به نام خانه فرهنگی هورشمال است. خیلی خوب. این پیج یا هم فیسبوک تان کی مدیریت میکنه؟ خودم مدیریت میکنم، خودم در همه چیزاش رسیدگی میکنم. و دیگه ای که پیچ و فیسبوک از این طریق مثلا میتونه تولیدات ما را تعقیب کنه. ما در پهلوی از اینکه مثلا تولیدات لباس داریم، برای چند مدت میشه که زیورالات هم مثلا زیورالات نقره را میتونه که از اونجا خریداری کنه و از این بعد که تصمیم داریم ما میوه خشک سمت شمال هم به نمایش بانیم و اونا را هم بیاریم در تجارت ما و بتانیم که مثلا فعالیت ما را گسترده و خوبتر بکنیم. خیلی خوب. همونطور آدرس ما را که گفتم به نام خانه فرهنگ هورشمال، فیسبوکش هم هست، پیجش هم هست. پیجش هم میتونه لایک کنه و در فیسبوکش هم سرچ کنه، فعالیت های ما را تعقیب کنه و ببینه هر روز ما یک فعالیت جدید داریم. بازم خوش آمدید. سلامت باشین، زنده باشین. از شما هم تشکر که در برنامه زیبایتان دعوت کردین. جهان سپاس. سلامت باشین. خوش عزیزلر، من حوریا جان اشلار فعالیتلار دارست ایشتی بلرنه فعالیتلاری و بلرنه صفحالارنی تحقیق قلینلر. هر قنچه بولگانه چه بزرگه ارزان را هم تشکیده بولسه یا هم کرکلی نرسلر بزنه نظر و خواستلر بز وردن قلولمز که آلسه. خوش من بگنگی برنامه همز شویده، امید که سلرگه یاقومنی تمام بولگان بسن. این ده دستورمز نیم؟
ikinci bölümüge yetişip geldik. Komünün sizlere hayatları, faaliyetleri doğrusu da bir kısa malumat tayarlaganımız. Birgelikte borup kuramız. Şu bölüm kuruş bilen sizin barnomangiz ham öz adıgıge yetişedi. Kirası, dastur, yoham kursatılıkça sağlam hayat geçirip kalın. Begum Komila Sidiqli, juda ham oz ayollarni ko'ramizki, bu Afg'onistonda sunnati bir jamoada yashab, kurashib va boshqalarni ham o'zi bilan birga ishlashga muvaffaq bo'lib, ish yo'lini yaratib, ozorlar va ulusning qilgan yomonliklarga qaramay, o'zini quldan bermay, ulka va ulkadoshlari bilan yordamchi bo'lib kelgan bo'lsa. Va hech bir tabiizga qaramay o'zi va o'z hamjinslarini qo'llab-quvvatlagan bo'lsa. Begum Sidiqli shunday bir ayoldirki, o'zini hech qachon qo'ldan bermay, doimo kurashib kelgan va bu mahdud bo'lgan zamon va yo'lni o'ziga ochib, muvaffaqiyatlarga erishgan. Taliban zamoni shunday bir payt edi, ayollar uchun go'yo eshigi ochiq zindon bo'lsa, zindonga faqat qonuniga loyiq ishlar bo'lardi. Undan ortiq yo ham sunnati jamoaning madaniyatini ham o'rtadan ketg'izib bo'lmasdi. Shunday bir zamonga o'zi va hamjinslariga ish topgan Begum Sidiqli 150 hayot ayollarini hayot qilib yetishtirgan. Va hozir bir qancha tijorat shirkatlarini Afg'onistonga boshqaradi. Begum Komila Sidiqli Kobulda dunyoga kelgan. Boshlang'ich ta'silini Xayrxona lisasida keyin ta'lim va tarbiya bo'limida, so'ng tijorat bo'limini o'qib tamomladi. U bir qancha tijoratiy projalarni qo'lga olgan, jumladan taksi haydovchilik tijoratini ham yo'lga tashladi. Va hozir bir bardam tojir va kovyon shirkatlarining boshlig'idir. Begum ba'zi bir safarlar Amerika va Kanadadan boshqa hamma umrini Afg'onistonga o'tkazgan. Kovyon kompaniyasi 4 bo'limni o'z ichiga oladi. Birinchi shirkati tijoratiy xizmatlarning yuksalishi, tijorat bo'limini o'rgatish hissasida faoliyat qiladi. Ikkinchi shirkat Bovar Consulting Group. Yoham mashvara beruvchi Bovar daftaridir. Uchinchi Navyon Navid Limited shirkati ki quruq mevalar tijoratini olg'a olib boradi. To'rtinchisi ham shu ko'p muddat ichida faoliyatga boshlagan haydovchilik tijorati sharning ichidadir, ki uni iroyatihi xidmat kovyon deb sabt qilingan. Shunday jamoada shunchalik ish va faoliyat ko'rsatish bir ayol istasa, har bir ishni eng a'lo darajada bajara olishini ko'rsatadi.